Nestor. سلام سلام رفقای گلم، امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده بوده باشید. خب رفقا، امروز ما این لاکی درای جدید رو زدیم، ولی منتها نه با گانش زیاد حال کردم نه با کارکترش زیاد. کارکترش اوکیه خب، ولی رفقا کیل افکتی که الان گانشم برداشتم، ولی کیل افکتی که گان اون یکی لژند داره، خب یعنی اون لژندی که جدید اومده، با کیل افکتی که این داره، این کیل افکتش خیلی فوق العاده است. یعنی یه کیل افکت باحالی که این گان داره، این گان قبلیه داره، خب عمرن اون یکی داشته باشه، این خیلی باحالتره از نظر من. حالا به هر حال شخصیه و این چیزا نظرات متفاوته، ولی خب اگه دوست داشتین با اونم گیم پلی بذاریم، حتما توی کامنت ها بنویسین که با اون هم کاراکترش برم بازی کنم واسه تو. نگاه کنین اصلا این خیلی بالتره. حالا این نظر شخصی خودم میگم، هیچ گونه چیزی نیست، اجباری نیست که بگین آره چون من اینجوری فکر میکنم، همه تو هم باید اینجوری فکر کنین، ولی خب در کل این همچین چیزیه. بعد کلا قضیه این گیم پلی هم این نیست رفقا، یه نکته رو میخوام بهتون بگم. یکی اینکه یا باید شاتگان پلیر بشین یا باید SMG بردارین. آره نگین که آره طرف نوبه توی مثلا کجا فنک کشیده، همچین طرز فکری رو بندازین دور. خب من خیلی پلیرها رو میشناسم که با فنک مثل AK میزنن. خب پس همچین چیزی، همچین طرز فکری رو بندازین دور. الان توی مسابقاتی هم که هست، توی خیلی از مسابقاتی هم که نگاه کنین دنس منم نمیگیره، توی خیلی از مسابقاتی هم که هست خب فنک و اینا بند نیستن. پس چی؟ این طرز فکر رو از خودتون دور کنین که آره طرف فنکه، طرف شاتگانه، اینا رو بندازین دور. یا باید شاتگان پلیر شین، یا اگه نمیتونین شاتگان بزنین خب باید یه SMG خوب دستتون بگیرین، که من الان یه اتچمنت فنک عالی میدم که مطمئنم کلی فوش بعد از این پشت سرش شما میخورین، یا مثلا بعدش حالا یه جورایی به منم میرسه. میدین چرا؟ چون مثلا من اتچمنت اینو گانو گذاشتم. یه فنک بهتون میدم که هم برای ADS کردن خوبه، یعنی هیچ گونه لگدی نداره، هم برای هیپ فایر کردنش خیلی دقیقه و رنده میکنه، یعنی بگیری رو طرف تو دو سود ذوب میشه، یه همچین حالتی داره این فنک. این اتچمنتشو من آخرای گیم پلی میذارم، حتما ازش استفاده کنین چون واقعا رو دستش نیست. یک بار دیگه هم گذاشته بودم، ولی خب چون قدیمی شد دیگه خیلی ازش، نگاه کنین اون اسنایپره، خیلی ازش گذشته. دوباره اتچمنتشو براتون میذارم که، یعنی همین الان میذارم که ازش استفاده کنین رفقا، چون این سیزن هم به شدت باف شدن SMG ها. اینو گوش کنین، واقعا اینو گوش کنین. یعنی شما با AK برین رو سر یکی که این گان جدیده، نمیدونم SMG اسمش چی بودی، اسم MX نمیدونم چی بود، اونو داره جرتون میده، یا فنک داره یا هر SMG دیگه ای داره، شما دیگه نمیتونین با AK بزنین، شفاید نزدیک، فاصله نزدیک، یا کسی که شاتگان داره رو عمرن بتونین با AK بزنین نفس، مگه خیلی طرف گاو باشه، ببخشید. خب اینا رو دارم بهتون میگم که بدونین و روی بازیتون تاثیر میذاره این نکات. نگاه کنین الان مثلا همچین حالتی، خب نمیشه که اونو هیپ فایر زد از این فاصله، شاید هم بشه، ولی میدونین چیه منظورم؟ اینه که بهتون بگم که این نیست که بخواین فرض کنین آره طرف چون فنک داره نوبه، یا مثلا آره چرا فنک برداشتی، یه همچین حالتی پیش نیاد. خب میبینی طرف فنک برداشته، شاتگان برداشته، شما هم بردارین. این بازیه که همه چی توش آزاده، یه حالتی مثل GTI داره اگه بخواین از این لحاظ نگاش کنین. خب هر کاری میتونی انجام بدی، خب میبینی طرف برداشته، چرا خود بر نمیداری؟ پس حق اینو نداری که بگی آره طرف، آره تو نوبی چون اصلا شاتگان برداشتی. میدین چی دارم بهتون میگم؟ بستر اینه که چون همه چی آزاده برای همه، خب وقتی شما هم میتونین اون کار رو انجام بدین، نمیتونین به طرف مقابلتون بگین که آره چرا این کارو کردی. اینو دارم بهتون میگم. الان هم همه اینا رو بذارین کنار، همین بحثا رو. خب یه پروفایر بهتون گفتم که استفاده کنین، ولی یعنی نگفتم استفاده کنین،
خدایی نگفتم استفاده، گفتم معرفیش کردم واسهتون. حالا یه مقداری کامنت منفی داشتیم که آره پریفایر چرا اینجوریه، پریفایر چرا استفاده کردی، آره اینجوری، خدا رو شکر با پریفایر نرفتم مثلا کلاسیک بزنم که بگین آره رفتی 4 تا نوبو زدی، رفتم باهاش تو پرایوت براتون گذاشتم که بعد مثلا نگین که آره اینجوری اونجوری رفتی کلاسیک 4 تا نوب زدی با پریفایر و اینا، براتون پرایوت گذاشتم که قدرتش رو واقعا درک کنین، بدونین چه قدرتی داره پریفایر. الان هم این فنکو من براتون میذارم، میگم اتچمنتش هم آخری گیم پلی میذارم، حتما استفاده کنین، بعدا قدرتش رو به من توی کامنت ها بگین، بگین آره مسعود همچین گانی دادی دمت گرم عجب گانی، یا بگین خاک تو کلت ریدم تو این فنکی که به ما دادید. یه همچین حالتی داره. خب غیر از این دوتا خارج نیست، ولی حتما تو کامنت ها نظراتتون بنویسین، حالا چه فرقی میکنه چه اولی باشه نظرتون چه دومی، موومنتش رو نگاه کنین، اصلا مگه میشه شدی موشک، کسی مگه میتونه بزنتت؟ خدای این گانو من دارم به شدت توصیه میکنم، مخصوصا توی این سیزن که خیلی دیگه باف شدن SMG ها. اصلا نگاه کن این طرف استس آدر اصلا متوجه نشد که چطوری خورد، مطمئنم پینگش هم خیلی پایین بود، چون اسمش اگه نگاه کنی اگه دقت کرده باشی اسمش عربی بود. خلاصه اینو دارم بهتون میگم که از این نگذرین. حالا یک اگه درخواست زیادم باشه TNT ها، اگه درخواست زیادم باشه حتماً حتما با اون AGR جدیده هم یه دونه گیم پلی هم با کاراکترش، اگه دوست دارین کاراکترش رو حتما بنویسین توی کامنت ها، هم با کاراکترش یه گیم پلی میذارم، هم گانش رو میچینم توی ایردراپ، یه اتچمنت در رابطه با اونم بهتون میدم. و گرچه که هیچی به پای فعلا این گان جدیده که اومده، این SMG جدیده که اومده با این فنکی که همین الان توی دستای منه، هیچی به گرد پای این دوتا نمیرسه، ولی بازم میگم هر جور دوست دارین، اگه در رابطه با هر گانی دوست دارین که اتچمنتی بدم که هم برای هیپ فایر خوب باشه هم ADS، یا فقط برای هیپ فایر خوب باشه، حتما توی کامنت ها بنویسین، بهش فکر میکنم و در رابطه باش اگه قسمت بشه یه دونه گیم پلی هم میذارم. خب رفقا قضیهش اینجوری هست، این سیزن هم بازی من اولش که نصبش کردم گفتم خدای پشمام بازیه رو کردن 3.5 گیگ، انقدر خوشحال بودم گفتم خدایا این شرکت اومده آره یه کاری کرده که دیگه راحت بشیم از دست لگ و اینا خلاص بشیم، ولی بعد که دیدم آپدیت های داخل برنامه شو کردم، حالا یه نکته بهتون میگم که لگتون کمتر بشه. رفقا این بازیه اولش که نصبش کردم خیلی اوکی بود، یعنی لگم خیلی صفر صفر بود، در این حد لگم صفر صفر بود، با گرافیک وری هایی داشتم بازی میکردم، ولی بعد از این که اومدم آپدیت هایی داخل برنامهش رو ریختم خب لگم چند برابر شد، یعنی مثلا از صفر بود یه دفعه شد مثلا 60-70، یه همچین حالتی پیش اومد. پس چیکار کنین؟ اگه میدونین، اگه میتونین، مثلا حالا من دارم گیم پلی در میارم نمیتونم مثلا اسکینا رو دانلود نکنم، خب اونایی که دیوایس های ضعیفی دارن اسکینا رو دانلود نکنن، مپای مولتی رو دانلود نکنن، اون دانلود های در اون برنامه ایش رو انجام ندن. این کار رو که بکنین بازیتون به شدت روانتر میشه، یه چیزی حدود 4 گیگ حجم بازیتون رو کم کردین و این باعث میشه که بازیتون روانتر میشه. خب رفقا به پایان این گیم پلی هم رسیدیم، امیدوارم از گیم پلی ما لذت برده باشین، دوستتون دارم، ارادتمند همتون، مسعود پانیشه، اتچمنت هم براتون میذارم، صفا باشه، عشق کنین، تا درودی دیگر، بدرود.